آیا تا به حال به این فکر کرده اید که نجات جان یک انسان چه احساسی در شما به وجود می آورد؟ اهدا کردن سلول‌های بنیادی خون همان حس خوبی است که اگرچه به نظر می رسد یک حرکت کوچک باشد، اما نتیجه آن بسیار مفید و سودمند خواهد بود. خیلی مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد اهدا کردن سلول‌های بنیادی از جزئیات و تعهدات خود آگاهی لازم را داشته باشید. بسیاری از کشورها دارای رجستری سلول‌های بنیادی خون هستند و اکثر آنها به یک شبکه جهانی متصل هستند. جالب است که شرایط سنی در هر کشوری متفاوت است و اغلب بر اساس بیشترین موفقیتی است که جهت اهدای سلول‌های بنیادی تجربه کردند. در کانادا، Canadian Blood Services و Hema Quebec دو سازمان غیرانتفاعی هستند که در ثبت نام اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی کمک می‌کنند. توسط Canadian Blood Services، افراد بین سنین 17 تا 35 سال می توانند به عنوان اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی یا Blood Stem Cell ثبت نام کنند. چند هفته پیش در تلویزیون پرواز مصاحبه‌ای داشتیم با دکتر شاهین نوری که مبتلا به لنفوم پیشرفته هستند و در جستجوی یافتن یک همخوان کامل از طرف یک اهدا کننده سلول بنیادی. اگر آن مصاحبه را دیده باشید، می‌دانیم که این پزشک متواضع و دلسوز، متخصص مغز و اعصاب از نیویورک، یک کمپینی را با دوستان و اقوام درست کردند به اسم Hope for Shaheen که می‌توانید در اینستاگرام، فیسبوک و توییتر دنبال کنید. اخیراً تحقیقات در تاریخ اجدادی وی نشان داده که وی با دریافت اهدای سلول بنیادی از یک فرد کرد موفقیت بهتری خواهد داشت. امروزه برای کمک به شاهین و دیگر دریافت کنندگان سلول‌های بنیادی که بی‌صبرانه منتظر یافتن اهدا کننده سلول‌های بنیادی هستند، می‌خواهیم نحوه ثبت نام در Canadian Blood Services را به شما به عنوان اهدا کننده سلول‌های بنیادی و همچنین مراحل بعد از آن را نشان دهیم. لطفاً قبل از انجام این کار لیست کشورهایی که می‌توانید برای کمک به شاهین و دیگران در آن ثبت نام کنید را ملاحظه بفرمایید. در کانادا افراد بین سنین 17 تا 35 سال در وبسایت blood.ca/hopeforshaheen، در ایالات متحده آمریکا افراد بین سنین 18 تا 44 سال در وبسایت my.bedmatch.org/shaheen، در انگلستان افراد بین سنین 18 تا 55 سال در وبسایت dkms.org.uk/shaheen، در آلمان افراد بین 18 تا 55 سال در وبسایت dkms.de/shaheen و در کشورهای دیگر به وبسایت shaheenswings.org/other-countries رجوع کنید. همانطور که گفته شد، اگر در کانادا هستین لطفاً به سایت blood.ca/hopeforshaheen رجوع کنید. ثبت نام دارای سه مرحله است. مرحله اول آزمون اطلاعات عمومی. مرحله دوم ایجاد حساب کاربری و دریافت تایید از طریق ایمیل و مرحله آخر پرسشنامه تایید سلامت. تبریک میگم، ثبت نام شما در بانک اطلاعاتی Canadian Blood Service کامل شده. پس از ثبت نام یک بسته سواب در یک نامه دریافت خواهید کرد که شبیه به این است. لطفاً سعی کنین در اسرع وقت مراحل را تکمیل و آن را مجدداً توسط پاکتی که هزینه پستی آن پرداخت شده است در صندوق پست بیاندازید. لطفاً اطلاعات تماس خود را با Canadian Blood Services به روز نگه دارین و توجه داشته باشین که همیشه می توانین از این عضویت انصراف دهید و به همین دلیل مهم است که هنگام ثبت نام از تمام مراحل اهدا اطلاعات کامل حاصل کنین که شخص دریافت کننده کمک را در صورت همخوان شدن سلول‌های بنیادی ناامید نکنید. اگر شانس همخوانی با فردی را پیدا کنید، با شما تماس گرفته می‌شود تا تایید کنید که هنوز در دسترس هستید و مایل به شروع مراحل بعدی به نام PBSC یا Peripheral Blood Stem Cell هستید. لازم به یادآوری است که فرایند PBSC شامل هیچ گونه جراحی نمی‌شود. در بسته سواب سه قلم زیر را دریافت می کنید. پاکت مخصوص سواب، دو بسته دوتایی سواب و برچسب بارکد. لطفاً برای 30 دقیقه چیزی میل نفرمایید. کنترل کنید که بارکد روی بسته و بقیه یکی باشند. لطفاً مطمئن باشید که سواب به هیچ جا تماس نداشته باشد. لطفاً برچسب ها را یکی یکی روی سواب چسبانده و سپس داخل دهان در قسمت بالا،
در قسمت پایین، در قسمت چپ و سپس در قسمت راست به مدت 20 تا 30 ثانیه بچرخانید و در داخل بسته سواب قرار دهید. در داخل پاکت گذاشته و به Canadian Blood Services پست کنید. شما نیازی به پرداختن هیچ گونه هزینه پستی نخواهید داشت.